سلام دوستان، در این مبحثی که در پیش رو داریم ما میخواییم که سبکای ارتباطیمون رو یه بررسی بکنیم، ببینیم که چه روشی رو ما داریم در واقع در ارتباط با دیگران به کار میبریم و آیا این روشی که داریم مفید و کارساز هست یا اینکه نه، با مشکل روبرو میشیم، با تعارض روبرو میشیم، نمیتونیم ارتباط خوبی برقرار بکنیم، نمیتونیم احساساتمون رو بگیم، افکارمون رو بگیم، خواسته هامون رو بگیم و روش های به اصطلاح نامناسب ارتباطی رو ما اینجا میخواییم که شناسایی بکنیم و متعاقباً ببینیم که چه روشی بهترینه و به چه صورتی ما میتونیم اون روش رو در خودمون به وجود بیاریم و یا اینکه ارتقا ببخشیم. خب قبل از اینکه شروع بکنیم به اینکه برسیم به خود سبک‌ها، میخواییم ببینیم که اصولاً توی یک ارتباط چه عواملی تأثیر گذارن. خیلی سطحی اینا رو میگذرونیم تا اینکه برسیم به اون بحث اصلی خودمون. خب تو رابطه ما چیزی که 4 به اصطلاح عنصر هستش که خیلی تأثیر گذارن. یکیشون اینیست که وضعیت خلقی ما چجوریه. اصلا وقتی که ما با یکی الان یه ارتباطی برقرار میکنیم، خودمون تو چه مودی هستیم؟ خودمون مودمون پایینه، افسرده ایم، کسلیم، نمیدونم انرژیمون پایینه، یا اینکه به اصطلاح نمیدونم حالت استراب و ترس داریم. اینا تأثیر میذاره رو رابطه ما. فاکتور دیگه اون باورها و انتظارات ماست، یعنی اون باورهایی که به سلام و توی خودآگاهی بهش اشاره کردیم به تفصیل، که این باورهای ما چیا هستن که میان و مثل یک فیلتر عمل میکنن و اون توی اون رابطه ما دخل و تصرف ایجاد میکنن توی کیفیتش نحوش. خب اینا هم به جای خودش جای گفتگو داره. بعد جنسیت که به اصطلاح جنسیت هم تأثیر داره. یه وقت هستش که شما میبینید که فعل مثل توی خانواده ها همیشه خانوم ها هستن که با همدیگه یک ممکنه که حالت رقابتی داشته باشن، آقایون جای دیگه با هم دیگه رقابت دارن، یعنی حوزه های این کنتاکتی که ممکنه پیش بیاد با هم دیگه فرق میکنه، یا اینکه اختلاف و تعارضی که یه خانم و آقا میتونه با هم دیگه به عنوان دو تا همسر پیدا بکنن خب فرق میکنه، تفاوت میکنه با وقتی که دو تا آقا با هم دیگه هستن، یا اینکه دوتا خانوم با هم دیگه هستن و تو چه پوزیشنی هستن. بنابراین جنسیت ما هم به اصطلاح یه مقداری فرهنگی، یه مقداری هورمونی و ژنتیک باعث میشه که تأثیر میذاره روی روابط ما. و بالاخره سبک ارتباطی ما هستش که بسیار بسیار تاثیرگذاره روی اینکه رابطه ما یه رابطه غنی، مثبت، کارا و به اصطلاح که ما رو به نتیجه‌ای که می‌خوایم میرسونه یا نه، وضع رابطه ما رو خرابتر از اون چی که هست می‌کنه. خب همونطور که عرض کردم خدمتتون، ما توی اجتماع خب خیلی پیش میاد تو جاهای مختلف با افراد مختلف ممکنه یک اختلافات نظری پیدا بکنیم و معمولا ما برای اینکه احساساتمون رو بیان بکنیم، افکارمون رو بیان بکنیم، خواسته هامون رو بگیم و یا موقعی که مورد انتقاد واقع میشیم، یکی از این 4 شیوه رو انتخاب میکنیم و در پیش میگیریم. یکی سبک منفعلانه، سبک پرخاشگرانه، سبک سلطه‌گرانه یا همون موزیانه، بازیگرانه و سبک قاطعانه که حالا دونه دونه بهشون میپردازیم. اول اینکه این 3 سبک اول میخوایم مشخص بکنیم که اینا سبک‌های ارتباطی نادرسته. چرا؟ برای روش‌هایی که به برد باخت منتهی میشه.
یعنی یک طرفش برنده است، یک طرفش بازنده است توی این، و ما خیلی مهمه که اینو بدونیم که هر وقت که این نتیجه رو ما گرفتیم، در واقع اون رابطه رو از دست میدیم. یعنی اون رابطه، رابطه مفید و مثبت و پایداری برای ما نخواهد بود. خب که شیوه پرخاشگرانه که اگریسیو، شیوه منفعلانه که به اصطلاح پسیوه، و شیوه سلطه‌گرانه که پسیو اگریسیوه در بعضی متون به این صورت ترجمه کردن. این سلطه‌گرانه را هم فریبکارانه یا به اصطلاح منفعل پرخاشگر یا موذیانه ترجمه شده، که حالا بعد از اینکه دونه دونه به ویژگی‌هاش پرداختیم تفاوت‌هاش رو متوجه میشیم. خب حالا به صورت اجمالی یک مرور خیلی جزئی میکنیم به اینکه اینا چیا هستن، این سبک ها، این شیوه ها. وقتی که در موضع ضعف قرار میگیره یا همون انفعال قرار میگیره، خواسته های دیگران رو به خواسته های خودش ترجیح میده. یعنی اینکه در واقع همون الگوی والد خوشنود کن، یا اینکه در TA یا Transactional Analysis ما کودک مطیع رو داریم که خود همین کودک مطیع اومده بزرگسال شده ولی همون روش رو داره ادامه میده، و اجازه سودجویی رو میده به افراد سلطه‌گر یا افرادی که پرخاشگرن و میخوان که به نفع خودشون تموم بکنن. توی روش پرخاشگری فرد خواسته هاشو با زور به اصطلاح تحمیل میکنه و حقی رو از یک نفر ضایع میکنه، و این پرخاشگری هم معمولا، حالا میرسیم با، میتونه پرخاشگری جسمی باشه، میتونه با سر و صدا کردن باشه، میتونه با ایجاد ترس و وحشت باشه. به هر حال با این شیوه ها میخواد که به خواسته های خودش برسه. توی سلطه‌گری هم همینطوره، یعنی یه حقی رو ضایع میکنه از طرف و خواسته خودش رو به کرسی به اصطلاح میشونه، ولیکن با فریبکاری، یعنی به نحویه که خیلی مشخص نیستش که داره این اتفاق میافته، ولی در واقع چرا حق طرف مقابل ضایع شده بدونه که خودش خیلی احساس بکنه و متوجهش بشه. ولی توی حالت قاطعیت ما در واقع دو تا این شاخص اصلی داره حالت قاطعیت یا همون جرأت ورزی. یکی این که ما یه توازن ایجاد میکنیم بین خواسته خودمون و خواسته دیگری، یعنی در نظر میگیریم حد خواسته دیگری رو، و دومش هم اینیست که بر اساس اولویت عمل میکنیم. یعنی اینکه خب الان کدوم یکی باید بشه، کدوم یکی از خواسته های من و دیگری بایسته که پیاده بشه. این خیلی مهمه که ما قدرت انتخاب داریم و میتونیم یه جا به انتخاب خودمون، به اراده خودمون از خواست خودمون صرف نظر بکنیم، یا اینکه نه، رو خواسته خودمون اونجا بایستیم.